ریش مهرابی و صورت سرخ و سفید، تسبیح به دست، اهل استخاره و خوندن دعای کمیل تو جلسه ها و پیش قدم در پیش نماز شدن. این تصویر نقش بسته تو ذهنها از مسعود کشمیریه، مردی مذهبی و طرفدار انقلاب. البته تصویری که تا قبل از انفجار دفتر نخست وزیری در سال 1360 ازش تو ذهن داریم. توی این انفجار رئیس جمهور و نخست وزیر وقت محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر و تعداد دیگه ای از اعضای دولت کشته شدن و مسعود کشمیری عامل این ترور معرفی شد. کشمیری که قبل از انقلاب عضو فعال سازمان مجاهدین خلق بود، بعد از انقلاب به بالاترین رده های اطلاعات سپاه رسید، ولی ناگهان ورق برگشت و تبدیل به یک عامل ترور شد. قبل از شروع اسماعیل همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. وقتی بمب قدرتمندی دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی رو منفجر کرد و بهشتی همراه با جمعی از مسئولین کشور در 8 شهریور 1360 کشته شدن، کمتر کسی فکرشو میکرد که ترور بزرگتری هم قراره رخ بده. 2 ماه بعد از این انفجار بمب دیگه‌ای ساختمون نخست وزیری رو فرو ریخت و رئیس جمهور و نخست وزیر وقت محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر و تعداد دیگه‌ای از اعضای دولت رو کشت. دوشنبه 9 شهریور 60 جنازه ها رو به سالن مجلس آوردند. مشاهده کردم. سخت سوخته بودن. آقایان باهنر و رجایی رو فقط از دندونای طلای جلوی دهان آسیابشون میشد تشخیص داد. علامت دیگه ای نمونده بود. مقداری گوشت هم در کیسه نایلونی جمع کرده بودند به عنوان فرد دیگه ای به اسم مسعود کشمیری، منشی جلسه. این متن بخشی از خاطرات هاشمی رفسنجانی در کتاب عبور از بحرانه در مورد انفجار در دفتر نخست وزیری. با کمی بررسی اسم مسعود کشمیری به عنوان عامل بمبگذاری توی این پرونده معرفی شد. کسی که تو همه جلسه ها بود و توجه خاصی رو به خودش جلب نمی کرد. رفت آمد شادی بود و حتی دربارش گفتن که موقع تردد در دفتر نخست وزیری بازرسی بدنی نمی شده. چطور شد فردی که اینقدر مورد اطمینان نظام بود به عنوان عامل ترور معرفی شد؟ بریم ببینیم اصلا مسعود کشمیری کی بود. مسعود کشمیری متولد سال 1329 در کرمانشاه بود و مدرک لیسانس علوم اداری و مدیریت بازرگانیش رو از دانشگاه تهران گرفت. پدرش کارمند شرکت نفت بود و خانواده‌اش به اصول دینی پایبندی چندانی نداشتن. مسعود قبل از انقلاب به وسیله پسردائیش ابوالفضل دلنواز که برادر زنش هم بود جذب سازمان مجاهدین خلق شد. همسرش مینو دلنواز هم از اعضای فعال مجاهدین بود. اوایل تو بحثای خانوادگی از مجاهدین حمایت میکرد، ولی به مرور چهره حزب‌اللهی و طرفدار جمهوری اسلامی به خودش گرفت و پیچیده تر رفتار میکرد. اون بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب به عنوان مسئول کمیته اداره دوم نیروی هوایی ارتش انتخاب شد. رکن دوم ارتش سازمان اطلاعات ارتش شاهنشاهی بود و به خاطر پیوندهاش با سازمان اطلاعاتی ارتش آمریکا، بریتانیا، ترکیه و بقیه اعضای پیمان ناتو و همینطور ارتش اسرائیل اهمیت زیادی داشت. عملکرد کشمیری در رکن دوم ارتش براش اعتبار زیادی به همراه آورد. بعد از تأسیس سپاه پاسداران کشمیری به عضویت سپاه در اومد و فرد مورد اعتماد محسن رضایی فرمانده اطلاعات سپاه شد و دسترسی گسترده‌ای به اطلاعات داشت. خسرو تهرانی مسئول اطلاعات نخست وزیری که کشمیری تو زمان انفجار دفتر نخست وزیری جانشین اون بوده در موردش گفته وقتی قرار شد کشمیری رو به عنوان دبیر شورای امنیت به نخست وزیری ببریم، بحثی بین من و محسن رضایی در گرفت، چون تو اون زمان نیروی کارآمد و مؤمن کم بود. کشمیری فروردین 1360 وارد نخست وزیری شد. خرداد 60 به شورای امنیت کشور رفت و قائم مقام و عملاً دبیر شورا شد و 3 ماه بعد انفجار دفتر نخست وزیری رخ داد.
ساعت 3 بعد از ظهر یک شنبه 8 شهریور 1360 جلسه شورای امنیت کشور در دفتر نخست وزیری برگزار شد. حاضرین این جلسه افراد مهم و تراز اول کشور بودند. محمد علی رجایی رئیس جمهور، محمد جواد باهنر نخست وزیر و مسعود کشمیری جانشین دبیر شورای امنیت بالای میز جلسه نشسته بودند. سرهنگ محمد مهدی کتیبه از رکن دوم ارتش، سرهنگ وحید دستشردی رئیس شهربانی کل کشور، کلاه دوز قائم مقام سپاه پاسداران، خسرو تهرانی از اطلاعات نخست وزیری، تیمسار شرفخواه فرمانده نیروی زمینی ارتش، سرهنگ وسالی و سرهنگ وحیدی هر دو از ارتش از دیگر حاضران این جلسه بودند. ناگهان انفجار مهیبی محل جلسه را به آتش کشید. رجایی و باهنر که هدف اصلی بودند در دم کشته شدند. رئیس کل شهربانی چند روز بعد در بیمارستان فوت کرد و بقیه آسیبای جدی ندیدند. اما این وسط کشمیری کجا بود و چی به سرش اومد؟ به دنبال انفجار خسرو تهرانی رئیس دفتر اطلاعات نخست وزیری اعلام کرد که مسعود کشمیری جزو کشته شده های انفجار بود و بعد هم صدا و سیما از اون به عنوان یکی از شهدای 8 شهریور اسپورت. ولی بعدها معلوم شد که کشمیری موقع انفجار اصلا اونجا نبوده و قبل از واقعه از محل انفجار خارج شده. جلسه های شورای امنیت یک شنبه ی هر هفته به طور منظم تو دفتر نخست وزیری تشکیل می شد و کشمیری وقتی جلسه شکل جدی به خودش می گرفت برای صرف چای یا دستشویی خارج می شد و بعد از دقایقی بر می گشت. این رفت و آمدهاش عادی بود و به همین خاطر هیچ کس بهش شکی نمی کرد. مجروحان حادثه هم به شک نکرده بودن و اصلا یادشون نبود کشمیری از جلسه بیرون رفته و دیگه بر نگشته. به خاطر همین صبح روز بعد از حادثه تصور می شد که اونم جزو کشته شدگانه. ولی چند روز بعد متوجه شدن ماشین کشمیری که همیشه کنار ساختمون پارکش می کرد و جای مشخصی داشت اونجا نیست و همین باعث شد تا به کشمیری شک کنن. 10 روز بعد از انفجار بود که محمد مهدی ربانی املشی دادستان کل کشور برای اولین بار در تلویزیون حاضر شد و مسعود کشمیری رو عامل انفجار نخست وزیری اعلام کرد و گفت عامل انفجار نخست وزیری همون شخصی بود که اسمش در بین شهدا برده شد و روز اول در کنار شهیدان عزیز رئیس جمهور و نخست وزیر محبوب ما به عنوان شهید سوم قلمداد و جنازه‌ای به اسم اون به وسیله مردم تشییع شد. کشمیری که در نخست وزیری جا باز کرده بود تقریبا از همه چیز اطلاع داشت و دبیر شورا بود. اون از 1 سال قبل وارد نخست وزیری شد و خیلی خوب نقش خودش رو بازی کرد. به طوری که یکی از مسئولین هم در نخست وزیری می گفت در بین هزاران احتمال حتی 1 احتمال انحراف درباره او نمی دادیم. مسعود کشمیری جلوی بقیه اونقدر متدین و انقلابی به نظر می اومد که هیچ کس به شک نمی کرد و گفتن که پشت سرش نماز هم می خوندن. مهدویان در فیلم ماجرای نیمروز شخصیت کشمیری رو به تصویر کشیده. نقش اون رو مهدی پاکدل بازی می کنه که از نظر انقلابی ها فردی بسیار موجهه. همیشه وضو داره و به بهانه‌های مختلف اشک از چشمانش جاری می شه. بعد از این ماجرا سراغ خسرو تهرانی رئیس دفتر اطلاعات نخست وزیری، بهزاد نبوی سخنگوی دولت و حسن کامران هم رفتن چون که همه‌شون در پرونده اداری کشمیری نظر مثبت داده بودند. خسرو تهرانی دستگیر و به مدت 3 ماه مورد بازجویی قرار گرفت ولی در نهایت بیگناه تشخیص داده شد و آزاد شد. علیه بهزاد نبوی پرونده سازی شد و حسن کامران به زندان افتاد که بعد از مدتی به دستور روح الله خمینی حکم زندان لغو شد و پرونده بهزاد نبوی هم بسته شد. رضا زواره‌ای اولین دادستان انقلاب گفته بعد از بازجویی‌ها متوجه شده که در اون جلسه کشمیری منشی شورا بوده و در قسمت جلو جای خسرو تهرانی نشسته بوده، یعنی در کنار رجایی و باهنر. کشمیری کیفشو میذاره زیر میز کنار پای رجایی، بلند میشه چای میریزه و جلوی رئیس جمهور و نخست وزیر میذاره و اندکی بعد از خروجش از اتاق بمبی که توی کیف بوده منفجر میشه.
گفتن کشمیری بعد از انفجار به محلی امن انتقال داده شده و همزمان همسرش مینو دلنواز رو از خونه‌شون به یه خونه تیمی تو محله نظام آباد تهران میبرن. کشمیری بعد از ملحق شدن به همسرش از طریق مرز زمینی ترکیه از کشور خارج میشه. مهدی اصفهانیان با اسم سازمانی سعید شاهسوندی از اعضای مجاهدین خلق در ارتباط با فرار مسعود کشمیری گفته کشمیری و همسرش مدت کوتاهی توی یه خونه سازمانی حوالی خیابون فاتح استانبول زندگی میکردن که من و همسرم هم اونجا بودیم. بعد از این جریان مدت‌ها از کشمیری خبری نبود. انگار آب شده بود و رفته بود توی زمین. حقم داشت. هر کسی جای اون بود بعد از جریان ترورهای برونمرزی و قتل‌های زنجیره‌ای نباید هم آفتابی می‌شد. اوایل دی ماه 1392 خبرگزاری اینا به نقل از یک مقام آگاه خبر داد که مسعود کشمیری عامل انفجار دفتر نخست وزیری و محمد رضا کلاهی صمدی عامل انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی و ترور سید محمد بهشتی در آلمان دیده شدند. از اون زمان به بعد بارها خبرهایی در رابطه با زنده بودن و کشته شدن کشمیری پخش و رسانه‌ای شد. خبرهایی که منبع موثقی نداشتن و چند روز بعد هم تکذیب می شدن. آخرین خبری که درباره ترور کشمیری منتشر شد یک شنبه 21 خرداد ماه 1402 بود. یکی از خبرگزاری‌های فرانسه اعلام کرد کسانی با مواد آتش‌سا به ورودی یکی از دفترهای سازمان مجاهدین خلق ایران در شمال پاریس حمله کردند، اما کسی آسیب ندیده. برخی از رسانه‌های داخلی ایران مدعی شدند که مسعود کشمیری توی این حمله کشته شده، خبری که منبع موثقی نداشت و دوباره تکذیب شد. کشمیری میدونست چطور باید خودش رو در بین مسئولان جا بده. ظاهر متدین و موجه بهترین کار برای نفوذ بین مقامات مذهبی حکومت بود و هنوز همین نوع نفوذ توی جمهوری اسلامی انجام میشه. نمونهش کاترین شکدم اسرائیلی که تونست خیلی راحت با مقامات جمهوری اسلامی دوست بشه و اطلاعات جمع کنه. برای حکومتی که تعهد به نظام رو مهمتر از تخصص میدونه و براش ظاهر آدم ها مهمه، این نفوذ خیلی راحته. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.